شما به فکر قربان دخترت باش. اموال منو دزدیدن، کارگر منو زدن، خدا پیداشون کنه. بهت قول میدم. من دیدم دیگه مثل که تو اصلا خیال نداری از این اتاق بیای بیرون. گفتم من یکی بیارم اینجا باید بازی کنه. واقعا چه خبر بوده؟ خبرهای باقی تو هم من باید بدونم؟ یعنی نمیدونی؟ تصمیت عوض شدی و اومدی؟ چه خبره؟ چی شده؟ سندش هم تو زیاد دار بخونی. این که فکر میکنی برومن در تصادف تو و همسرت نقش داشتی ساخته یه ذهن خودت. من اگه اونجا مدرک بگیرم میتونم بیام اینجا و کار بهتری انجام بدم. از نظر قانونی ملکای اینجوری که بی سرپرستن تا یه سالی میتونن اینجوری بمونن. حس میکنم کنترل همه چی از دستم در رفته. خونه از اصل رفته بیرون، هر چی بهش زنگ میزنم بر نمیداره. بریم خیلی نه نه دکتر گیاهی نگران نباشید. بچه‌مو ببرم دکتر گیاهی الان اصلا نمی‌دونی نفس بکشه. چاره‌ای نداریم که. می‌بریمش اونجا خطر که رفت شد. اگه لازم باشه اصلا میریم ساری. آره آره خوبه نگران نباش. نگران نباش. خونه ما بعد حداقل سر تندتر بریم. چشم چشم میرم تندتر. سلام. چی شده؟ سلام. ببخشید بچه‌م خیلی حالش بده. ببرینش تو اتاق. بیرون. تو اینجایی؟ دوباره عادت سرک کشیدن اومده سراغت. میخوام بهاره رو ببینم. مگه نگفتی برم پیشش و بهش بگم که منو ببخشه؟ میخوام همین کار رو بکنم. آخه عزیزم بهاره الان انتظار دیدن ما رو نداره. نمیدونیم به همسرش یا خانواده همسرش درباره ما چی گفته. اگه یه دفعه وارد زندگیش بشیم معلوم نیست چی پیش بیاد. آرزو داشتم عروسی بچه هامو تو این خونه بگیرم، اما حالا حسرت دیدن و بودنشون مونده به دلم. راستش منم فقط جرأت کردم بهاره رو از دور ببینم. تو هرچی اونا میخواستن براشون فراهم میکردی. من اگه چیزی ازشون دریغ میکردم فقط و فقط به خاطر خودشون بوده، اما اونا از من متنفر بودن. خب شاید اینطور بوده، اما الان اونا هیچ کدوم اینجا نیستن. چرا زندگی رو به خودمون تلخ کنه؟ پریده هوای اینجا برات خوب نیست.
گرداب که بالا بیاره حالش خوب میشه. با چی مسموم شده؟ نمیدونم. مگه مادرش نیستی؟ نگران نباشی، حالش خوب میشه. من که هم نگران سپهرم، گفتم بابا با برگردید پیشش، اگه چیزی بود من خبرت میکنم. باش، خیلیت راحت محمد خانم کارشو برد. باش. بس خانم چطوره؟ خوبه حالش. گفتم سفر تنهاست، من کم نگرانشم، شما برگردید پیشش. خیالتون راحت باشه، مریم خانم حواستش به همه چی هست. خیلی ممنونم. یه کاری بود من خبرتون میکنم. تعارف نکنین، ما بمونیم اینجا، کاری نداریم که. نه ممنونم. پس کار داشتین حتما تماس. چشم. شب حالش بد شده، بچه ها صبح رفتن هتل صبحونه بخورن، مریم خانم گفته کمتر نزده چاقو باشی گردنش ازش شدن که باید جمع کنیم بریم. من حوصله ندارم بابا را بیفته بیان اینجا حالمونو بگیره. چقدر تو جوگیری آزاده، حالا نمورده که، بعدم به ما چه، خودش باشه به دنبال ما اومده. خیلی پر روی. خیلی اینجوریه دیگه. میلا بیا بابا، بیا بازی کنی.
دست درد نکنم. نوشه جان، با مهسا صحبت کردم، گفت خونه حالش بهتر، خدا شکر. من یه رد پایی پیدا کردم. شاید راست گفتن، شاید کسی اون شب تو ویلا بوده. یعنی ممکنه الان تو ده باشه؟ ممکنه، ولی آدم های ده غریبه ها رو زود تشخیص میدن. من فکر میکنم هنوز تو جنگله. تو این وضع هوا؟ بدون هیچی؟ من همون موقع هم گفتم این به آدم ها حدی فرق داره. ببین، از روی ضربه ها و رد خون میشه گفت اونا به کسی تصادف کردن. ولی اگه اون عین ما باشه، بین ما زندگی کنه، اون تصادف، وای من دیگه مغزم داره منفجر میشه. شدت ضربه هم زیاد بوده. این یکی رو ببین. این همون چوبی نیست که اون سال پیدا شد؟ شاید. اگه یه درصد هم این احتمال باشه، یعنی پیداش کردم. یعنی ممکنه این همه سال تو این منطقه مونده باشه؟ اون که خودش میدونه کسی کشته. کسایی که مشکل روانی دارن خودشون که نمیدونن. تا جلو چش نباشن کسی نمیتونه تشخیص بده. من بهت قول میدم این آدم عادی نیست. اصلا طرز خشونتش مال کسی نیستش که منطقش کار کنه. بله. باش. حالش بهتره؟ بله ممنون. خودش هم خیلی ترسیده. اگه مسئله ای هست میتونی شکایت کنی. نه بابا، شکایت چی؟ من به اندازه کافی خودم مسئله دارم. دیگه با مردم ده خودم رو در نندازم بهتر. بچه هم دختر من سنی داره، اصلا شاید قضای بد خورده. همیشه در مورد قبول کردن واقعیت انقدر مقاومت میکنیم؟ برای اگه کمکی بود بعدون به من بگی. من میدونم شما میخواید کمک کنید به من، ولی من شکایتی ندارم. خدا نگهدار. خوبی تو؟ بشی خواهش کن. راحت باش. نه ممنونم. سلام علیکم. سلام. میتونی براش توضیح بدی؟ سلام. سلام. میخوام در مورد پرونده های شیمیایی و ساختارهای جدید بمب‌های شیمیایی و البته تأثیرات و تبعات اون روی بدن انسان رو صحبت بکنم. این گازها روی بدن تأثیرات ماندگاری میذاره و ما باید اون تأثیرات رو با ساختارهای جدیدتر کم بکنیم. راستش نمیفهمم، گیج شدم. یعنی همه چی شده این فیلم ها. تو سطح وسیعش هنوز نتونستن اینجا پیاده کنن، ولی تحقیقات ما نشون میده که بخشی از این بمب ها تو یمن و سوریه تو همین بحبوها تست شدن. بیشتر اونا هم رو زن ها و بچه ها که از نظر جسمانی و بدنی ضعیفتر هستن.
اونا در بین حمله ها در شکل کوچیکش این ترکیبات شیمیایی رو تو این جامعه امتحان میکنن. نمیخواید بگید که مرداد ماجرا یکم پیچیده تره؟ ما در سالهای جنگ مجروح شیمیایی زیادی داشتیم، برای درمانشون هم نمیدونستیم. تنها کشوری که قبول کرد مجروح ما رو درمان کنه آلمان بود. یعنی همون کشوری که بمبای شیمیایی رو در اختیار صدام قرار داد. بعد هم میدیدی مدام تاثیرات بمبای شیمیایی فرق میکنه و کشنده تر میشه. تو این چند سال اخیر دانشمندای خودمون تصمیم گرفتن که روی درمان مجروح شیمیایی کار کنن و راه حل‌های شگفت انگیزی هم به دست آوردن. مردا سالها بود که تو آزمایشگاه تخصصی ما کار میکرد، همزمان با رفتن اون تحقیقات در مورد یکی از این ساختارها چلو رفته بود. مرداد از تمام پرونده خبر داشت تا اینکه بورس گرفت و رفت فرانسه. توی فرانسه عده‌ای رفتن سراغ مرداد تا تطمیعش کنن، ازش اطلاعات بگیرن، اما مرداد ما رو در جریان گذاشت. روند کار خیلی خوب داشت پیش میرفت که یک دفعه به هیچ دلیلی مرداد خودشو کشت. شاید هم وانمود شده که خودشو کشته. خوشبختانه هیچ کدوم از این اطلاعات محرمانه ما دست طرف مقابل نرسیده. وقتی کمی داریم که بفهمیم مرداد اطلاعات رو لو داده یا نه. شاید هم الان اسیر باشه، یا شاید مستقیما با یک کشور دیگه زد و بند کرده و اطلاعات رو فروخته. به کی فروخته و رابطش کیه اینا رو میخوام بدونم. نباید این دفعه از اون وریا رو دست بخوریم و با یه مش جنازه رو برو بشیم که اون وقت نمیتونیم خودمون رو به خاطر درز اطلاعات ببخشیم. مداره که ما میگه اولین کسی که باش تماس گرفته بهش خیلی نزدیک بوده، بنابراین ممکنه همسرشون رو بشنسه. چه شدی؟ هیچ. میگم چه شدی؟ هیچ، غذای بد خورده بودم. برقه چند کار نمیکنه؟ میشه ازت خواهش کنم بری بیرون بازی کنی؟ ببخشید مام، من میدونم اونی نبودم که تو همیشه باش حرف میزدی، ولی منم به اندازه پدرت دوستت دارم. اصلا من بدون شما کسی نیستم، هیچی ندارم. پس فردا باید براتون گردونم. بهش فکر کردم، اگه تو بخوای برمیگردی، اگه نه یه مدت بعد اینجا بمونیم، فقط نذاری مامان بزرگ و آقا جونت بفهمم ما کجایی. بازم هر کاری که تو بگی همون کار بکن. انگار برقا یه مشکلی پیدا کرده. بابا رفت ببینه چیکار میتونه بکنه. بعضی وقتا اینجا آرزو میکنم کاش شب نشه. چرا؟ هم هوا که میخواد تاریک بشه همه چی انگار یه جور دیگه میشه. نگو که تو هم داری خرافاتی میشی. نمیدونم، ولی باور کن این اطراف یه چیزی هست. از وقتی اومدیم همش گرفتاری بوده و درد سر. خب سارا که گفت آقا اصلا تا آخر هفته میاد، اونم که بیاد تکلیف همه چی مشخص میشه دیگه. نمیدونم، اش فکر میکنم اگه تو این تصادف به کسی زده باشم چیزی شده باشه. چی؟ مهسا جون، من بهت قول میدم اگه کوچیکترین نشونه از اون پیدا بشه اولین کسی که بره سراغش حمیده. ظاهرا چاره ای هم ندارم جز اینکه منتظر بمونم. خب چه اشکالی داره؟ عوضش منم یه دوست خیلی خوب پیدا کردم. من خیلی وقت دوست خوب ندارم. بابا دختر نگرانت شدیم، کجای خبری ازت نیست. اصلا بدون تو به ما کیف نمیده جایی بریم. نمیای پیشمون؟ یه خبر از خودت بهمون بده. من خوبم آزاده جون، برگشتم هتل. راستی کسی غیر از تو دلش برای من تنگ شده؟ من خوبم آزاده جون، برگشتم هتل.
راستی کسی غیر از تو دلش برای من تنگ شده؟ بابا دختر تو دیگه خیلی پاستوریزه ای، اصلا به خاطر همین اخلاقتی که ما ازت خوشمون میاد. خونه جون دلمون برای تنگ شده ها. الان به نظرم هر جایی از اینجایی که من هستم بهتر. خیلی دختر خیلی باحاله که الان پاشدی رفتی دنبال یه مال و انباری که اگه تکلیفش به نفع تو معلوم بشه من خودم شخصا سهممو میخوام. مشکل تو اینه که همیشه رو پول نداشته حساب باز میکنی. پول من و تو نداره که، حالا میخوام رو پول تو حساب کنم. دلبک به جون خودم درست میشه. حالا ببین بهت میگم اینجا یه جوریه. تو از اولم همین جوری بودی، یادت تو خونه میترسیدی بری از تو انباری ترشی بیاری، همیشه فکر میکردی یه چیزی اون دور و بر هست. الانم بی خودی ترس بدت داشته. بابا به قول خودت تو مامانشونی، یه ماه هم دیرتر بچه ها رو بیاری دارت که نمیزنن که. بعدم خدا رو چه دیدی، شاید تا اون موقع سلیمی ها کوتاه اومدن. امید الکی داری دیگه. تو خوبی که کلا ناامیدی والا. ببین شیدا، به هر حال من ساعتی که میتونم زنگ بزنم مامان اینجا داره دیالیز میشه. با بابا حرف زدم، ولی باهاشون حرف زدی همون بگو اومدم سفر دیگه. یعنی هر چی کار خوب و نیک من انجام دادم واسه این دروغایی که به خاطر تو میگم بالاخره جهنمی میشم. باشه گناهش رو بذار من. ولی قیافه پری خانم الان دیدنیه ها. بله برای تو دیدنیه. کاری نداری؟ نه خدافظ. خانم جان آقا رفت، عمه جان بودو بریم دیگه بودو. نفهمه دنبالش میریم که آب رو حیثیت برامون نمیذاره. خیالتون راحت خانم، نمیذارم آب از آب تکون بخوره. هر جا که رفت آدرس خیابون و پلاک رو یادداشت کنین، به بهادرم سفارش کنین آقا ماشین خواست چیزی بشنگه. خوش موتور دهنش قرص خانم. فقط خانم جان ای کاش خودم تنهایی میرفتم، آخه عمه خانم که دیگه دست و پا براش نمونده. من خودم باید اونجا باشم، خیالم راحت باشه. را بیوف بیا چستش سر بسون کس. احمد جون بجو بسیزن گلستن که جا. این حامده، همون سالا پذیرش گرفت رفت هلند. تا سالا هم با مهرداد در تماس بود سر مقاله و اینجور چیزا. به این خانم، این خانم اسم کوچیکش رو یادم نمیاد، ما بهش گفتیم خانم سماواتی دیگه. از کشفای احمقانه مرداد بود، همیشه از آدمای عجیب غریب خوشش میومد. این خانم فروشنده جواهرات بود، وضع مالی توپ، ولی خصت زیاد داشت دیوونش میگه. جالبه. راستی شنیدم یه زمانی تو از خواهر مرداد قبل اینکه خونه فرار کنه خوشت میومد، راستی؟ خیلی سال پیشه، شما همه چیزو میدونید که. آره دوره نوجوانی بود دیگه، دیدی تو اون دوران آدم تو اولین دختر رو میبینه عاشقش میشه، فکر میکنه دختر رویاهاشه. ما هم چند بار هم دیگر دیده بودیم، یه بار داشتیم صحبت میکردیم با هم، پری خانم ما رو دید دیگه نزوش خونهشون بریم. مرتادم تا دو سه ماه با من تو قیافه بود، بعد از چند وقت هم که دیگه بهاره رفت. احیانا اینم میدونی که چرا خانواده مرداد گفتن دخترشون رو به نیرو انتظامی گزارش نکردن؟ نمیدونم، برای همین که میگم خانواده عجیب غریبیان. مثلا ما اون موقع بیشتر مواقع میرفتیم خونه مرداد اینا، چون همیشه خوراکی خوشمزه خونهشون بود. البته گاهی هم میترسیدیم، خیلی نمیتونستیم بریم اونجا از ترس باباش و اخلاق یهویی مامانش. تو آقای سلیمی اخلاق با مزه هم داشت، یه دفعه ما رو سورپرایز می‌کرد، مثلا یه آپارات داشت برامون تو خونه فیلم نمایش میداد. فیلم؟ بله. اگه این چیزایی که راجع به مرداد میگین واقعیت داشته باشه، باید به محسا و بچه‌ها خیلی سخت بگذره، نه؟ شما نگران نباشید، نمیذاره ما رو ببینن. ولی الان چیزای مهم‌تری وجود داره. شما ممکنه، اما مردم و روزنامه رو که نمیتونید مدیریت کنید، میتونید؟ خب نه، ولی قبل از اینکه ماجرا بزرگتر بشه میتونم برای مدتی دورشون نگه دارم.
همین هم بسی داره به این که مطمئن بشیم این خانواده ایش دخالت توی ماجرا نداشتن. نگاهت میکنم از پشت شیشه صدای خنده‌ی تو را زده بودم. یکیش کی؟ دلم پر میشه از سر نشه. ما آمدیم تفریح، همه چی هم رواله، دوباره گنگکاری نشه. منظورم اینه که بیخیال زدن مخ این دختره شد. بابا تو های ده بار استعداده یا روی هایی چطور عشقم حالت خوبه، چطور عشقم حالت خوبه. من واقعا نگران حالش بودم. من آدم نیستم، منم نگرانشم. من دارم جدی میگم. اصلا گیرنم بچه ها از اون خونه ترسیدن. چی به تو میرسه؟ صبر کن ببینه. ببین فیلم با ملکابان شروع میشه، ولی من میدونم با این رفیقای دهن لقم چی کار کنم که هرچی میشه میان به تو میگن. میدونم روز خودت کردی، هنوز شروع نشده داره بدتر میشه. شاید بهتر باشه بری همه چی بهشون بگی. من باید این کارو تموم کنم. با گفتن به اونا هم چیزی درست نمیشه. من نگرانتم. این خانواده اون دختر قول دادم قاتلشو پیدا کنم. باشه، ولی من و تو به همم یه قولی دادیم، یادت که نرفته. خیلی طول نمیکشه. خیلی جالبه همین. تو اصلا فکر نمیکنی که با این کارات ممکنه این خانواده رو تو دردسر بندازی. ممکنه این دوتا بچه تو خطر باشن. سپهر اینا هم سن میناست. من مراقبشونم. شاید بعد از این همه سال داره ماجرای ملکابان معلوم میشه. شاید گذشته این خونه جریان قتل رو مشخص کنه. یه قتل نبوده، چند تا پرونده مشابه داشتیم که هیچ وقت هم نفهمیدیم کی باعثش بوده. شاید هم باید قبول کنی که باران من قبول کردم این پرونده رو حل کنم، حلش میکنم. چی شد عادله؟ دارن بر میگردن؟ نه خانم جون، از پا افتادم. صبح که یه سر رفتن بازار پیش آقا مسعود، بعدم رفتن پارک با آقا مهندس شطرنج بازی کنن. سوریجو گذاشتم حواسش باشه. من از پا افتادم. اون جوونه دست و پا داره. این گلدونا تشنه بودن، خاکشون خوش شده بود. خوبه دو نفری دارین تو این خونه کار میکنی. وقت بده منه دیگه خانم. والا این پنج تا انگشتمو عسل بکنم و بازم بده منه. بازم اونی که بعد توبیخ بشه منم. من همش دارم شب و روز اینجا رو ترتمیز میکنم خانم جون. یه عمر تو این گلخونه نذاشتم دو تا برگ زرد بشه. روزی که برادر زادت آوردی گفتی فرض کاریه. میبینی این خونه و گلخونه رو کثافت ورداشته. خانم جان شما که اینجوری نبودی. فکر کنم به خاطر آقا اینجوری شدی. اگه فکر میکنی کار پشت پسله میکنه، الان سه روزی که من این دختر دنبالشیم هیچی نبوده دیگه. برم براتون یه شربت بادرنجو درست کنم، خلقتون بیاد سر جاش.
باز خدا رو شکر که امروز یه تکونی به خودت دادی، یه طرفی رو افتادی. از پا افتادم انقدر دنبالت پیاده گز کردم. با منی خانم؟ نه خیر آقا، شما گازتو بده. حالا این کی هست که دنبالش رو افتادی؟ به شما دخلی داره؟ شما فقط راه تو برو، طوری هم برو که این وامونده رو گمش نکنی. خانم این کاری که شما میکنی خلاف قانونه. این حق منه که بپرسم. وا راست میگی آقای مفتش، چرا به عقل خودم نرسیده بود؟ آقا اصلا نخواستم، همین بغل منو بنداز پایین، پیاده میشم، یه قرونم بهت نمیدم. حالا چرا ناراحت میشه خانم؟ این ماشین جلوی تا دماوندم که برم من دنبالش میرم. گاز بده. زلش بالا هشت من تموم شد. بدو این بره بازار. زلش بالا خونگی هشت من. زلش بالا داغ داغ بادا بادا هشت من داغ داغه. زلش بالا مامان پاس داغ داغ. بدو این بره بازار بپوشم میام. زلش بالا داغ داغ. رفتی بیمارستان؟ قربان هنوز بیهوشه. بیچاره مرضیه، گناه داره. چند بار بهت گفتم آقا وای، چقدر من به شما گفتم. من که از گاهی بهشون سر می‌زدم. چطور راضیشون کردی که به من هیچی نگن؟ بهشون گفتم فقط نگین صاحب باختی. بفهم. چیه؟ بیا. تمام پولایی رو که به من دادی ریختم توی حساب برای دخترت برای روز مبادا. ممکنه من پام گیر باشه. اگه اینجوری شد آدرسشو بهت میدم. آقا وحید، من به احدی حرفی نزدم ولی نمیدونم المیرا از کجا فهمیده تو بچه داری. دنبال بچه میگیش که تو رو تلکه کنه که جاشو عوض کرده. من باید این منصور المیرا رو حتما پیدا کنم، وگرنه زندگیم نابود میشه. یه آدرسم ازشون داشتم رفتم ولی اونجا نبودم. چقدر ساده ای، فکر کردی اونا میشینن تا تو پیداشون کنی؟ ببین، بچه رو باید ببری یه جای امنی. خواهش میکنم بهمنی نباید اینو از من اتو بگیره. خودت کردی. غلط کردم. خوبه میگم الان یه فکری بکنیم. الان وقتش رسیده به من بگی بین تو و بهمنی چی داره میگذره ها؟ برای چی بچه رو از همه قایم میکنی؟ حتی خودت قرار شد راجبه این موضوع اصلا حرف نزنیم، یادته؟ قبل این ماجرا. هنوز نه، معامله پرسودی میشه، ولی مشکل اینه که من خیلی تحمل صبر کردن ندارم. بالاخره کار خودت کردی. تو که کارات خوب داره پیش میره. وعیدم که همین روزاست که دوم به تله بده. به اندازه کافی تحت فشار گذاشتیش. دیگه عصبانی تر از اینش نکن. اینا مهم نیست. چیزی رو که امروز ازت میخوام دستم ندی فردا به دردم نمیخوره. بهمنی حواست باشه چی کار داری میکنی؟ چی داری میگی؟ آخه بالا دستی ها حساس شدن. بهمنی این معامله باز زودتر جوش بخوره. تو قرار نیست من بگی چی درسته چی غلطه. من از تو مدرک میخوام که ظاهرن کار تو هم نیست. من باید بتونم بعد از جابجا کردن پولا وحید متهم بکنم. پس قرار منم دور بزنی؟ کسی قرار نیست دور دور بزنه. شماها ترسیدین کنار بکشین. من تنهایی پیش بگو بکن. ببینم چی پیدا کردی از وحید که حتی نیازی به شرکت شما هم نداری. بکن. مطمئنی فرشای من بود؟ دیگه جای رفوه تو رو میشناسم. چقدرم دوت قصه در میارن. به حاج بهروز میگم این کار وحیده. میگه نه بابا اینا تازه از شیراز رسیده. فقط اونجا یه آدم بدخلقی هست. نمیدونم میشه باش معامله کرد. نمیشه باش معامله کرد. ببینم نفهمیدی فرشا رو خریده یا پیشش امانته؟ خیلی گداست. نم پس نمیده. حرف زدن بازش خرج داره. خب یعنی چی اهل معامله هست یا نه؟ آره آدم گدا رو همه جوری میشه با پول خرید. فقط اول تو قیمت داره چون مثل همیشه سرت کلا میره. نه بابا تو بسی که من خیالم راحته. وحید هم فرصتی گیر میاری من تیکه میندازی ها. سب چی شد وحید؟
چه زنده است؟ شما نپرسیدین پول از کجا آورده بود؟ فردا میری بیمارستان با جعفر صحبت میکنی، هر جور شده مرضیه رو راضی کنه برن یه جای دور. اینجوری همه چیز درست میشه. مردم این ده همونقدر که از من خوششون نمیاد، شما رو هم دوست ندارن. میگن یارو زندگیش آتیش گرفت، فکرت وحید. باران جون تو میدونی تو اون خونه چه خبره؟ چه خبری؟ تمام این دوربر زیر جسد دوتا مرد تو جنگل های نطراف پیدا شد. اون دختر برای تفریح میاده بود اونجا. بعد از اینکه اون اتفاق میافته حمید به خانوادش قول میده که هر جوری شده قاتلش رو پیدا کنه. سرو جونه هرکی دوست داریم در مورد ما منصور گناه داره. میگی چی کار کنیم؟